الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز، خواهر و برادر در هر جایی که قرار دارین، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند قادر و منان را متشکر و سپاس گذاریم از اینکه بار دیگر به ما توفیق و عنایت فرمود تا در خدمت شما عزیزان دل قرار بگیریم و در سلسله درس های آنچه که هر مسلمان باید بداند. یکی دیگر از جمله قضایای بسیار مهمی که هر مسلمان باید بداند، ایمان به انبیای الله تبارک و تعالی هست، یعنی ایمان به پیامبران الهی است که بحث امروز به درس امروزی ماست، که ما چگونه باید به انبیا ایمان داشته باشیم، به انبیا چه کسانی بودند، به چه شکل ایمانمان به انبیا درست هست. عده‌ای از مشرکین و عده‌ای از مردمان دور از ثقافت به تمدن به فرهنگ اسلامی، اینها نسبت انبیا را به الله تبارک و تعالی به طریقه های دیگری دادند. به شکل اینها ایمانشان اظهار کردند که یعنی گویا با الله شرک آوردند، مشرک شدند بر اساس همین قضیه انبیا علیه السلام. به این خاطر ما باید طریقه ایمانمان را به انبیا باید بفهمیم، به چه خاطر ما به انبیا ایمان داریم، یا چگونه ایمانمان به انبیا علیه السلام درست است. یهود گفتند و قالت الیهود عزیر ابن الله. یهودی ها گفتن حضرت عزیر پیامبر بود، بچه الله تبارک و تعالی هست، یعنی نسبت حضرت عزیر پیامبر را به الله تبارک و تعالی نسبت اولاد برای پدر دادن، در حالی که این شرک است. الله تبارک و تعالی ذاتی است که لم یلد ولم یولد، نه کسی از او تولد شده است و نه کسی از الله تولد شده، نه الله از کسی دیگری تولد شده است. الله پاک و منزه است از این قضایا. و همچنان مسیحیت گفتن و قالت المسیح ابن الله، مسیح هم گفتن بچه خداست، یعنی نسبت حضرت عیسی را دادن به الله تبارک و تعالی به عنوان پدر و فرزندی، در حالی که الله تبارک و تعالی پاک و منزه است از این قضایا، در حالی که اونا باور داشتن، عقیده داشتن به ایمان داشتن برای عزیر و عیسی علیه السلام. اما ایمان مسلمان نسبت به انبیا و گونه دیگری است، به طوری که الله تبارک و تعالی دستور داده و پیامبران از جانب الله تبارک و تعالی آمدند و برای بندگان الله تبارک و تعالی توصیه کردند. ما ایمان داریم از آدم علیه السلام تا خاتم علیه السلام. وقتی میگیم خاتم یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که ختم کننده همه انبیا علیه السلام هست، یعنی خاتم النبیین هست که قرآن بر این قضیه تاکید داره. ما معتقدیم، باور داریم، ایمان داریم که همه این پیامبران الهی از جانب الله تبارک و تعالی بر رسالت مبعوث شدند. هیچ کدام اینها ادعای از پیش خود نکردند، هیچ کدام اینها العیاذ بالله چیزی دروغ نسبت ندادند، هیچ کدامی از اینها العیاذ بالله چیزی نگفتند غیر از آن چیزی که الله تبارک و تعالی برای آنها توصیه کرده و که برای بندگانش برساند. همه اینها پیامبران الهی هستند، پیام آوران الله تبارک و تعالی هستند، یعنی از جانب الله تبارک و تعالی پیام الله را اخذ کردند و برای بندگان الله تبارک و تعالی بدون کدام نقص و بدون کدام کامی و کاستی و بدون کدام کوتاهی طبق فرموده الله تبارک و تعالی برای ما پیام الله را رساندند. و ما معتقدیم، باور داریم که همه اینها از یک سرچشمه واحد دستور گرفتند و همه از جانب الله تبارک و تعالی آمدند و همه اینها بر حق هستند و ما بر رسالت همه اینها ایمان داریم. لا نفرق بین احد من رسولی، و بین هیچ کدامی از اینها ما تفرقه نمی کنیم که یکی رو دوست داشته باشیم و یکی رو نداشته باشیم، به یکی دوست باشیم به یکی علیاذ بالله دشمن باشیم، به یکی اهانت بکنیم به یکی نکنیم. همه را معتقدیم، باور داریم، ایمان داریم که پیامبران الهی هستند، بزرگترین بندگان الله در روی زمین هستند، یعنی بالاترین بندگان الهی در روی زمین انبیا علیه السلام است. غیر از انبیا علیه السلام دیگر هیچ انسان در روی زمین معصوم نیست و همه انسان ها خطا میکنن، گناه میکنن، مرتکب جرم و جنایت میشوند و تنها در عقیده اهل سنت و جماعت انبیای الله تبارک و تعالی هستند که اونها از جرم و جنایت و گناه و معصیت علیاذ بالله پاک هستند و اونها معصوم هستند. این جزء ایمان و عقیده ما هست که ما باور داریم که اینها از جانب الله تبارک و تعالی به رسالت مبعوث شدند و بدون ایمان به انبیا علیه السلام نمیتواند انسان ادعای ایمان بکند و نمیشود ایمان انسان کامل بشود، طبق که الله تبارک و تعالی در کتابش دستور داده که ایمان به الله و رسولان الله و ملائکه الله و کتبی که از جانب الله نازل شده این جزء عقیده و ایمان ما هست. تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی.